20 دام برای ریا. دام اول، اظهار و آشکار کردن عمل. بعضی از مردم به سخن گفتن از اعمالشان می پردازن، فضایل خود را نشر می دهن، بنابراین هر جا که بینشینن می گوین فلان کار را کردم، فلان را صدقه دادم، یا می گوید من حقیقتا توانایی آن را ندارم که در شب بیش از 2 ساعت به قیام و عبادت بپردازم. توانایی ندارم هر روز روزه بگیرم، بلکه به همان روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه اکتفا می نمایم. مقصود وی این است که قیام و صیام یعنی عبادت و روزه خود را به دیگران عرضه نماید. و چی بسا عمل را آشکارا می کند، پس آن را در جلو مردم انجام می دهد تا اینکه او را ببینند و بدان خاطر ستایشش کنند. و برای همین اصل در عبادت این است که انسان آن را در خفا انجام دهد، چرا که این به اخلاص نزدیکتر است و از ریا بدور می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایها الناس صلوا فی بیوتکم فان افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه. یعنی ای مردم، در خانه هایتان نماز بخوانید، زیرا بهترین نماز شخص نماز است که در خانه اش بخواند، مگر نماز فرض که به جماعت و در مسجد خوانده می شود. و برای همین سنت این است که نمازهای نفل را انسان پنهانی و در خانه اش بخواند، زیرا این کار باعث رانده شدن شیطان شده و خانه هایی را که در آن نماز خوانده می شود از قبر بودن دور می نماید. در آن آموزش خانواده و فرزندان برای نماز خواندن می باشد، همچنین ریا از آن دور می باشد. البته نوافل که جماعت در آنها مشروع هستند از این قاعده مستثنا است، مانند نماز کسوف یا خسوف یا استسقا یا عیدین. در نزد کسی که به استحباب آن قائل است، یا نماز تراویح یا آنچه که شبه به این هاست و مانند این صدقه می باشد. الله تعالی فرموده است: ان تبتوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. یعنی اگر صدقه ها را آشکار کنید چه نیکوست، اگر آنها را پنهان دارید و به تهی دستان بدهید پس این برای شما بهتر است. پس اصل در صدقه پنهان دادنی آن است و نباید آشکارا داده شود، مگر آنگاه که شخص از نفس خود مطمئن باشد که ریا بدان راهی ندارد، یا در آشکار بودن آن خیر و مصلحتی باشد، مانند تشویق دیگران به دادن صدقه، احیای سنت، مجبور کردن دشمن به این کار و یا مقاصد شرعی که شبه به این هاست. اما آشکار کردن عمل به غیر این موارد خلاف شرع می باشد. و مثل این کسی است که صدقه می دهد یا به عمل خیر می پردازد تا نامش در روزنامه ها چاپ شود که وی نیکوکار بزرگ است، یا صدقه دهنده بزرگی می باشد، یا این که وی شخص نیکوکار است و آنچه که بر او واجب نیست می پردازد، یا فلان کار را کرده است، یا این که در گزارش های دولتی ثبت گردد. این کارهای خیر و نیک خواهد بود، البته اگر نیت انسان در آنها خیر باشد، مانند تشویق مردم به صدقه دادن، دعوت ایشان بدان کار، پیش گرفتن در کارهای خیر و معروف، مجبور کردن دشمن به دادن صدقه، یا کارهای شبیه به اینها. و ضد اینها آنگاست که قصد در آنها ریا باشد. مقیاس و مهم عمل قلب می باشد، چنانی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است: انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوا. تمام کارها به نیت شخص بستگی دارد و مکافات و مجازات هر کس طبق نیتش است. و الله تعالی فرموده است: و اسر قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید، به هر حال او به آنچه در دل هاست آگاه است. آیا کسی که همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمی داند، در حالی که او باریک بین و آگاه است. و اسر قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير